آهای باران مواظب باش، نه وسایل پدر بزرگ میش کنیشونا. خیلی خوب، خودم میدونم عقل کل، ولی خیلی سخته. قالو خوشگله باکم بشین. این کار مهارت میخواد. میخوام ببینم میتونم ببرمش تو را پله ها یا نه. ای وای نه عزیزم، چه بلایی سرت اومد. آریا حتی با عینکش هم تو رو نمیتونه خوب ببینه عزیزم. چی؟ این تویی که با اون رانندگیت همه چیزو به هم ریختی. من بعد چجوری رانندگی بلد باشم؟ تو هم که اصلا به من یاد نمیدی، انگار نه انگار. من خودم هم مشغول بودم. پس حداقل کنترلش رو بهم یاد بده. خدا کسایی رو کمک میکنه که خودشون تلاش کنن. این از انجین نیست، اینو بن فرانکلین گفته آقا. بیا آریا دیگه بهم کمک کن، من هیچ وقت ازت کمک نمیخوام، خیلی نامردی. خب راست میگه دیگه مادر، تو که میدونی انجیلم ما رو تشویق میکنه که همدیگر رو کمک کنیم. بله میدونم، در کمک کردن به یک دیگر پیش قدم باشید اگر در توان شماست. اون مال ماست؟ معلومه مادر جون. نمیخوای اول یک کسی رو کمک بکنی؟ من یک نیازمند میبینم. عزیزم، قبل از اینکه اون شیرینی نارگیل کشمشی منو بخوری بهتره که فکر کنی معنی واقعی همیاری و همکاری چیه. راستشو بخواید من اون قدم اشتها ندارم. هر جور که مایلی مادر، ولی اگه هوس کردی تو آشپزخونن. حتما توی آشپزخونه. سلام بچه. یاد چی گلم علمه من یاد میدی؟ بعدم باران. یه پیام فوری داریم سربازا، باید سری بریم. دکتر جفتشونو با هم بکش. فکر بدیم نیست قربان، من قبلا توی کارتون دیده بودم. وای خدای من. آواز شادی، پیمان و دوستی، تو سفینه پر ماجرا با پنگوان ها. سیجل کیوان. سه دو یک پنگوان کاپیتان زیجل گزارش می‌کند. در مسیر رسیدگی به تماس اضطراری، وقتی خواستیم آریا و باران رو سوار کنیم، یک کشف خیلی مهم کردیم. گلیزل برای دو نفر طراحی نشد. بکنم که مشکلش از قطعه تولید انرژی لیزری. بله همینه. وای نه دوباره نه. نگران نباش عزیزم، فکر کنم یه قطعه دیگه هم میشه پیدا کرد. این دیگه چیه؟ این همون تماس اضطراریه دیگه. فکر کنم میتونم یه ارتباط تصویری برقرار کنم. برم ببینم چی میکنم. درود، من کاپیتان زیجلم. روزتون بخیر کاپیتان، ممنونم که تماس ما رو جواب دادین. خب مشکل شما چیه خانم گاو؟ خب باید عرض کنم ما خیلی به کمک شما احتیاج داریم کاپیتان پنگوئن. ما خواستیم یه دوری تو کهکشان بزنیم که یه اونی. البته اجازه بدید من بگم، یهو گم شدید. تو حدودی، ولی ما بی تقصیر بودیم. در حالی که پرواز میکردیم یهو دیدیم یه سفینه از پشت ما ظاهر شد و محکم به سفینه ما زد. عجب راننده های ناشی خواب بوده. شکلات. خب ما خیلی هول شده بودیم، میتونید متوجه باشید؟ ما رم کردیم و فرار کردیم، میدونید توی سفینه میدویدیم. بالاخره وقتی آروم شدیم فهمیدیم که روی این سیاره سقوط کردیم. تازه متوجه شدیم چه بلایی سرمون اومده. چی؟ سوخ دیدین ندیدین؟ همه رو برده بودن. سوخت سفینه دزدیده شده. خانم گاو در فضا، بانو
اینا که گفتید خیلی بده، ولی چه کمکی از ما ساخته است؟ ما که سوخت اضافه نداریم. شاید بهتره کاپیتان اول خسارات وارد شده رو تخمین بزنیم، بعدش ببینیم چیکار میتونیم براشون بکنیم و همینطور سوختشون رو از کجا تهیه بکنیم. البته چش رو هم بذارید ما اونجاییم. منظورم سه تومو. موقعیت در منطقه مورد نظر گزارش میشه کاپیتان. خب یکیشونو بیارید تو سفینه تا ببینیم قضیه چیه. لوله انتقال روشن. به سفینه ما خوش اومدید، یا بهتره بگم مو. بله، لطفا برامون بیشتر توضیح بده که سوخت سفینه‌تون چجوریه، شاید ما بتونیم برای شما فراهمش بکنیم. بله دکتر، البته سوخت ما یه چیزی مثل یه چی بود؟ یه چیزی گرد، یه باتری، یه انرژی مغناطیسی. نه، یه چیزی با شعله. آتیش، یه ریاکتور اتمی. نه، جویدنیه. شیرینی؟ شیرینی، آره، خودش شیرینی. البته کشمشی نارگیلی خوشمزه بهتره. صبر کن ببینم، سوخت شما واقعا شیرینیه؟ زیادم عجیب نیست کاپی، کیوانم همینجوره. و شیر؟ دقیقا، شیر و شیرینی. خب ما زیاد نگران شیر نیستیم البته. تو بیسکویت میخوای؟ دقیقا، ما اونو خیلی دوست داریم. ببخشید یادتو گاویم. بذار ببینیم چی شیرینی هایی شما رو دوزیده. روش زیب کن. وای کاپیتوس خرابکار اینجا بوده، میدونستم. باید این تبکه رو بگیریم. کاپیتوس؟ از کجا اونو پیدا کنیم؟ شاید ما نباید دخالت کنیم. تازه کاپیتوس که شیرینی های ما رو ندوزیده. بله خب باشه، ولی خب شما بفرمایید تو این موقع تو این کهکشان شیرینی نارگیلی از کجا پیدا کنیم؟ آریا نظر راجب شیرینی مدجون چیه؟ میتونه کمکشون کنه؟ کمکشون کنه؟ میدونی چقدر طول میکشه که بریم خونه و دوباره اینجا برگردیم؟ خیلی طول میکشه. تازه باران، دستگاه گلیزرم خراب شده. چجوری دوباره بزرگ بشیم اگه برگردیم خونه مادر بزرگ؟ تا آخر عمرمون قد یه موش قراره بمونیم. در مورد زمان، خب ما باید زمان برای کمک به دوستامون بذاریم، ولی خب میدونید در مورد گلیزر بدون اون دستگاه قطعه تولید لیزر مصرفی نمیشه درستش کرد. چی فرمودین دکتر؟ اسم اون قطعه چی بود؟ قطعه تولید انرژی مصرفی؟ بله بانو، ولی خب اون لازمه که دوباره. واو چه اتفاق بی نظیری، من یکی شبیه اون قطعه رو دارم، شاید این کمکتون کنه. میتونیم بریم خونه. رسیدیم و رسیدیم، کاش که نمی رسیدیم. تو راه بودیم، خوش بودیم، سوار لفت خوش بودیم. اینقدر هیجان نداشته باش باران، حدو ساعت شیرینیارم بر نداشتیم. با یک عملیات کاملا انتحاری، یک مولکول از هر ماده تشکیل دهنده میتونه تو فضای مغناطیسی با حرارت بالا اون رو بزرگتر کنه. یه نقشه دارم. زمان فیلمه، کیوان چراغ رو خاموش کن، میجل پف فیل. باید برگردیم کلبه، بچه ها بزرگ میشن، ما کوچیک میمونیم، بچه ها شیرینی رو بر میدارن، شیرینی کوچیک لیز میشه، بچه ها دوباره کوچیک میشن، میریم به سمت گاوا، شیرینی بزرگ رو بر میداریم و اون شیرینی بزرگ رو به گاوا میدیم، کوچیک برمیگردیم کلبه، بچه ها بزرگ میشن، ما کوچیک میمونیم و آخر داستان. داستان خیلی قشنگی بود، خنده، هیجان، احساسات، منم نفر اول بودم. بزن بریم انجامش بدیم. بازدار! ای بابا این دیگه کلام منه. بله خب دکتر، اون دستگاه گلیزر آماده است؟ خوب هم آره و هم نه. میدونید این قطعه تولید لیزر در واقع از نوع اتمیش نیست. اتمیش نیست؟ چرا آخه این همه درد و مشکلات این کهکشان هست؟ چرا همشون به سمت ما هدفگیری کردن؟ چرا؟ اجازه بدید که ادامه بدم. خب پس میتونی روش بندازی؟ بله که میتونم، فقط به این صورت انرژی خیلی بیشتری مصرف میکنه تا بتونه دوباره شارژ بشه. بهتره که به چند دسته تقسیم شیم. پیشنهاد خوبیه میجل، منو یکی دیگه میتونیم رو شارژ گلیزر کار بکنیم. من و کیوان و آریان میریم شیرینی بیاریم. باشه دکتر. کاپیتان یه مشکل بزرگ، در انباری از پایین بسته است و نمیشه بریم بیرون. Ahem!
اینجا. دوباره من نمیدونم تو چرا همه جا رو ول میکنی، میفتی رو من. آریا، باراخ، چیزی رو جابجا نکنید. شماها واسه این کارا خیلی کوچیکید. هر کی سراغ کار خودش، برید. مشاهده شد. خیلی خوبه کاپیتان، فقط یه ذره دیگه برو به سمت چند تا نور خورشید تو مرکزش باشه. بگوشم دکتر جان، فقط بگو کی توقف کنم. یه ذره دیگه. میفهمی؟ از بوی کباب خوشم میاد. اون چی؟ شارژ میشه؟ از دیدن من تعجب کردیم پنگوانا. جوابی در کار نیست اگر به خاطرش اومدی. از الان بهت بگم شانس آوردی کاپیتان، من کباب مواب نمیدم دادش، اومدم گلیزلو ببرم. من نقشه های بزرگی براش دارم، اون میتونه به من کمک کنه که کل کهکشانو بگیرم. البته یه شیرینی دیگه هم میخوام، از همونا که از گاوا دزدیدم خیلی خوشمزه بود، از اونا هم میخوام. خب انقدر بیمزه ای که خودت هم به زور به خودت میخندی. نیم وجبی؟ وام بوده؟ مواظب باش! زود باش تو میتونی در بیای، میتونی. کجا به این عجله؟ خیلی آسون تر از چیزی بود که فکر میکردم، مثل دوزیدن یه شیرین اگاف. خیلی خوب کیوان، اینجا قسمت باحالشه. آماده ی حمله به شیرینیا. نگاه کن و یاد بگیر باران. تو کیوان آماده باشید تا اونا رو بگیری. خدای من، این صدای چی بود؟ ای وای شیرینیام، از دست این گربه ها. چه افتضاحی شد. من میگم بابا گاوا رو ولش کنیم، بیا نگاه کنیم چجوری دوباره میتونیم بزرگ بشیم. اینجوری نمیشه که، ما باید کمکشون کنیم. چرا؟ ما سعی خودمونو کردیم کمک کنیم ولی جواب نمیده. تازه ما خودمونم مشکلات داریم ها. ولی ما تنها کسایی هستیم که میتونیم بهشون کمک کنیم. شیرینی پیش ماست. ولی این کار از توان ما خیلی بیشتره. بیا ازش خلاص بشیم، اینجوری به نفع هممونه. میتونست بدتر بشه. راست میگی؟ چطوری؟ وای خدای من، این تنها راه خارج شدنمون از اینجا بود. حالا دیگه اینجا گیر افتادیم. آریا نگران نباش، من میتونم با هواپیمام کمکتون کنم. <تص->
جدی که نمیگی مگه نه؟ این آخری نمایش دکاویتوس. اونجا رو الویس. ها؟ کو؟ بده من. آریا این تنها راه نجاته. فکرشم نکن باران، من سوار هیچ شیرینی پرنده ای نمیشم، مخصوصا اگر تو قرار باشه خلبانش باشی. کیوان چی رو نگاه میکنی؟ وای فرار باران، بدو بدو بدو. آها خودشه، مرسی. سفر شیری داری میری. یک سوال، این آهنگش ایرانیه؟ صدات ایرانی؟ نه ایرانی؟ چی با باربیکیوی میادش نه؟ میشه این خانم گاوه باید یکی دیگر رو پیدا کنه، من که انصراف میدم. در کمک کردن به یک دیگر پیش قدم باشید با هر چه که در توان دارید. مادر بزرگ راست میگفت، بارانم همینطور. این درست نیست که وقتی ما میتونیم به کسی کمک بکنیم این کار رو انجام ندیم. الان زمان نجات گاوها رسیده. باران شیرینی پرنده رو بیار اینجا، الان زمان کمکه. دست فرمونت خوب شده آبجی؟ فدایی داری؟ کیوان، ای با تو، من از اینجا بکش بیرون، کاویتوس اینجاست. وای کاویتوس، سب کن کیوان، یه نقشه. دکتر، بگیرش. آه شیرینی رو بی خیال، من یه نقشه توپ براتون دارم، قرار الوین هم که از هیچ کوچیکتر بشید شما. چیه؟ کاپیتان بگیرش. ممنونم دکتر، من گرفتمش. بگیرید اونو، بگیرش. خیلی کار درست آبجی، اول پیچیدی به چپ بعد یه سقوط آزاد. تو داری راجبه چی صحبت میکنی؟ اون چرخ آخر از منم بهتر بود. خب چرا اینو زودتر نمیگی؟ نه فرار نکنه. بیا اینم شیرینیت کاویتوس. این آخرش نیست پنگوانا، حالا میبینین. شیرینی خشک کیشمیشی برای شما خانم. با اینکه تعدادی از خدمه من میخواستن اون شیرینی رو بخورن و ناخونک هم زدن، ولی اون شیرینی میتونه هنوز. متاسفم کاپتان، فکر کردم شما منظور منو متوجه شدید. منظور من یه شیرینی بزرگ بود. بله البته که هست، ما اونو میدونیم. دکتر چرا اونو گریزش نکردی، گوندش نکردی؟ بابا چرا خشکت زد اونجا؟ قضیه چیه دوکی؟ گریزر شار شده بود ولی فقط برای دو بار استفاده کردن. یکیشو برای لباس کاپیتوس شیرینی مصرف کردی؟ در این صورت فقط یکی میمونه. فقط یکی دیگه؟ بارا ما باید اینو برای خودمون نگه داریم.
این تنها راه برگشت ما به خونه است. خب منم دوست دارم بریم خونه آریا، ولی گاوا رو چیکارشون کنیم؟ نمیتونیم که همینجوری ولشون کنیم. یادت باشه در کمک کردن به همدیگه پیش قدم باشید با هر چی که در توان دارید. منظورش اینه که تا اونجایی که میتونیم کمک کنیم. اگه ما نکنیم کی بکنه؟ از کمک شما خیلی سپاسگزارم، مخصوصا شما دوتا. میتونم درک کنم که چه از خودگذشتگی بزرگی انجام دادی. منم میخوام کمکتون کنم. حالا که سفینه ما رو افتاده، ببینید که ما چی کار میتونیم بکنیم. دکتر؟ خدای من شارژ شده، دوباره به حالت اولش برگشت. قبل از اینکه شما رو خونه برسونیم خواستم اعلام کنم متشکرم، تشکر به خاطر رهایی این کهکشان از کاویتوس. تقریبا. و شکرت خدایا برای کسانی که امروز بهمون کمک کردن و برای اینکه تونستیم دیگران رو کمک کنیم. کمکمون کن که هیچ وقت فراموش نکنیم که به دیگران کمک کنیم، مخصوصا وقتی که توانه کمک کردن رو هم داشته باشیم. آمین. من فقط اومدم بهتون شب بخیر بگم بچه ها. راستی آریا جان، من پام رفت روی اینو شکستم، ببخشید. مشکل خاصی نیست، خیلی راحت درست میشه. میخوای کمکم کنی باران؟ با کمال میل. وای بچه ها، میخوام یه چیزی رو بهتون بگم. خیلی خوشحالم از اینکه از اینجا بودن لذت میبرید. اولش که اومدید میترسیدم دلتون برای دوستاتون تنگ بشه و حوصله‌تون سر بره، ولی چقدر شاکرم که حالتون خوبه. به نظر من که اینجا هم خیلی باحاله، با کلی سورپرایز. وای این اون چیزیه که پدر بزرگ همیشه میگفت. وای خاطرات شیرینم. شب بخیر بچه های من.